تقاضای کمک دارم، واقعا تقاضای عاجزانه، تقاضای کمک به هر کی که میتونه به ما کمک کنه، یه دادگاه عادلانه برای بچه‌هام برقرار کنن، نه یه دادگاه دروغین برای بچه من برقرار کردن. استمداد مادری که یک فرزندش به دو بار اعدام، یک پسرش به 54 سال و پسر دیگر به 27 سال حبس محکوم شدند. در شصتگی امشب از مهمان برنامه میپرسیم آیا همه درها برای نجات بسته شده؟ همچنین در برنامه امشب قتل یک نفر همزمان با رویارویی هواداران ترامپ و مدافعان حقوق سیاه‌پوستان در پورتلند. شکاف نژادی در آمریکا چه اثری بر انتخابات ریاست جمهوری می‌گذارد؟ واکنش‌ها به معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از سوی اشرف غنی. حامد کرزی عضویت را نپذیرفت. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله گفتند فهرست فراگیر نیست. و گام بلند گوگل در بازسازی فرایندهای شیمیایی. چه افقی در برابر پردازشگرهای کوانتومی است؟ پاسخ را از یک دانشمند ایرانی می‌شنویم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی 27 ساله‌ای که در اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شد، به دو بار اعدام، حبس و شلاق محکوم شده. صدور این حکم موجی از اعتراض در فضای مجازی برانگیخت. دو برادر دیگر او هم به حبس‌های طولانی و شلاق محکوم شدند. نوید افکاری گفته که در زندان تحت شکنجه شدید بوده و مجبور به اقرار به مطالب ساختگی و کذب شده. به گفته فعالان حقوق بشر که با خانواده افکاری در ارتباطند، اتهام نوید افکاری قتل یک مأمور امنیتی، محاربه و شرکت در اعتراضات است. برادرش وحید افکاری به 54 سال زندان و برادر دیگر حبیب افکاری به 27 سال زندان محکوم شدند. به گفته مادرشان، وحید در زندان دست به خودکشی زد تا مجبور به اعتراف علیه برادر نشود. فرین آسمی گزارش می‌دهد با این توضیح که جزئیات ناراحت کننده ای از شکنجه و خودکشی در بخشی از این گزارش توصیف شده. نوید افکاری، کسی که در نوجوانی به فینال کشتی نوجوانان ایران رسیده بوده و تا رده بزرگسالان هم در میان برترین‌های کشتی بوده، حالا به دوبار اعدام محکوم شده. اتهامش محاربه است و قتل یک مأمور امنیتی در اعتراض‌های دو سال پیش در شیراز، اتهام‌هایی که مقام‌های قوه قضاییه درباره آن توضیحی ندادند. علاوه بر نوید، حبیب و وحید افکاری برادران او هم به شلاق و زندان محکوم شدند. وحید به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و حبیب به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق. این صحبت‌های وحید افکاری است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیمو فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق، شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سطوان عباسی و زار معیدی مثل نقل و نبات پوش ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت و البته با معجزه زنده موند، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد، این بار دو تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه هایی که بیانشون شعر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعاتو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتی مو ادامه میدادم و الان تیغ اعدام کاملا روی گردنم شکل کنم. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من میاد. تو این دو سال هیچ عدالتی ندیدیم و حالا من از شما میخوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید که
که من و خانوادم لیاقت کمک و نفس گرم شما رو داریم یا نه. نوید افکاری در اعتراض‌های سال 97 در شیراز دستگیر شد. اعتراض‌هایی که به افزایش قیمت طلا و سکه شروع شد. تظاهراتی که به ده‌ها شهر دیگر هم گسترش پیدا کرد و با دخالت نیروهای لباس شخصی و سرکوب معترضان روبرو شد. هرانا به نقل از یک منبع مطلع گفته این سه برادر به تشکیل گروه متهم هستند، اما آنها هیچ اقدامی در این مورد انجام ندادند. این تصویر است از نامه نوید افکاری درباره شکنجه‌هایی که در زندان شده. خبرگزاری هرانا این نامه را منتشر کرده. در این مدت انواع شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی را متحمل شدم. روی صورتم پلاستیک می‌کشیدند و مرا تا مرز خفگی و مرگ پیش می‌بردند. دست‌ها و شکم و پاهایم را به وسیله باتوم و اجسام سخت به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و مکررن با الفاظ توهین‌آمیز و رکیک به بنده اهانت می‌کردند. مرا محکم می‌بستند و در بینیم الکل می‌ریختند. خبر حکم اعدام نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. از جمله کسانی که به این حکم واکنش نشان دادند، شاهزاده رضا پهلوی بود. نوید افکاری زیر تیغ حکم اعدام فرقه تبهکار است. قهرمان کشتی در آزمون جانفشانی برای وطن نیز سرفراز است. از هممیهنان می‌خواهم که برای نجات جان نوید طوفانی از اعتراض برپا کنند. تلاش برای رهایی او و دیگر جوانان دلیر از بند ضحاک زمان یک وظیفه میهنی است. وزارت خارجه آمریکا هم در توییتر به این حکم اعتراض کرد. نوید افکاری جوانی است که برای عزتی که رژیم خامنه ای مدت هاست مردم ایران را از آن محروم کرده مبارزه می کرد. اراذل و اوباش خامنه ای نوید را تا حدی شکنجه کردند تا او به جرایم جعلی اعتراف کند. پیش از این هم حکومت ایران مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 را اعدام کرد. او به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم بود. فعالان حقوق بشر بیمان دارند که نوید افکاری هم مانند مصطفی صالحی در سکوت خبری اعدام شود. سازمان عفو بین‌الملل میگوید ایران سال گذشته 251 نفر را اعدام کرده و از نظر تعداد اعدام‌ها بعد از چین در جهان در مقام دوم است. فرین آسمی، بی بی سی. مادر برادران افکاری در ویدیویی که به دست بی بی سی فارسی رسیده جزئیات بیشتری درباره وضعیت فرزندانش گفته و خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنها شده. افکاری هستم که 2 سال پیش مامورا ریختن تو خونمون، دوتا پسرم نوید و وحید رو بازداشت کردن. بعد از 3 ماه حبیب که 3 ماه از ازدواجشم میگذشت، اونم به خاطری که خیلی برای برادرش تلاش میکرد، میرفت دادگاه و میومد و میرفت و میومد و تلاش میکرد، اونم بازداشت کردن. تا 4-5 ماه تو پلاک 100 بودن. و شکنجه های به اینا وارد کردم که دست نوید رو شکندن، انگشتش دست و پای حبیب رو شکنده بودن. بعد از مدتی ما فهمیدیم که وحید 2 بار خودکشی کرده و بردنش بیمارستان. کلی چند روز تو بیمارستان بوده که گردنش رو جراحی کردن. بعد از 2 سال این همه برو بیا برو بیا این همه تلاش، یه جواب درستی به ما هیچ که نخواست که حرف ما را بشنوه، که یه جوابی به ما بده. این همه شکایت و دادگاه، این همه رفت و آمد، نتیجه بعد 2 سال این حکم ظالمانه را به بچه های من دادن. نوید که یه پسر خیلی انسان خیلی خوبی که همه جونم و همه کسم و نوید، همه جونم نویده، همه عمرم نویده. که ورزشکار انسان به تمام معنا، که فقط ورزش میکرد، کارگری میکرد، خودش درمیو کار میکرد، ورزش میکرد، همراهی برادرش هم میرفت یا کسی دیگه مزد میگرفت کارگری میکرد. نوید هم همینجور، حبیب هم همینجور. حبیب هم با وحید به فقرا کمک میکرد، دست کار خیر داشت. ستهشون ست انسان شریف، واقعا ست انسان شریف که من به بیگناهیشون ایمان دارم، به بیگناهیشون ایمان دارم که اینا آزارشون هم به یه مورچه‌ای نمیرسید، خدا میدونه. حالا میخوام اینا، آیا کسی هست به داد دل من برسه؟ آیا کسی هست کمک من بکنه؟ بعد از 2 سالی همه بدبختی و همه
این همه زجی که خانواده ما کشیدن، این دادگاه برو او دادگاه، این دادگاه برو او دادگاه، برو در زندان، برو دادگاه انقلاب، برو دادگاه ابریشمی، برو دادگاه قدوسی، دست اونم به هیچ جا بند نشد، نتیجهش هم این شد که به ما دادن. تقاضای کمک دارم، واقعا تقاضای عاجزانه، تقاضای کمک به هر کی که میتونه به ما کمک کنه، یه دادگاه عادلانه برای بچه‌هام برقرار کنن، نه یه دادگاه دروغین برای بچه من برقرار کردن که هیچ دفاعی نتونستن از خودشون بکنن، هیچی اینا نذاشتن هیچ دفاعی از خودشون بکنن، اینا فقط حرف خودشون، فقط کار خودشون که. مادر نوید افکاری بود، شیرین عبادی حقوقدان از لندن با ماست. خانم عبادی، شنیدید صحبت‌های خود آقای افکاری و همچنین مادرش رو. با توجه به شرایطی که آقای افکاری توصیف می‌کنه مبنی بر شکنجه‌هایی که تحمل کرده، اساساً اعتراف او چقدر مقبولیت حقوقی داره؟ سلام به شما و همه همکاران و هموطنان عزیزم. اعترافی که مورد نظر قانونگذار است و می تواند از دلایل اثبات جرم باشد، اعترافی است که در دادگاه شده باشد، ولی کسی که در بازجویی و تحت شکنجه اعتراف کرده، این مسلماً اعترافش قابل قبول نیست و می بایستی این حکم شکسته می شد. اما متاسفانه هم در دیوان عالی کشور این رو آمدن تایید کردن، اعاده دادرسیش رو هم رد شد و این حکم در حقیقت طبق قوانین ایران قطعی شده. اما از اونجایی که اعاده دادرسی رو دو مرتبه هم می شود داد، امیدوارم که این بار قضات دادگاه وجدانشون بیدار بشه و قوانینی که خودشون به استناد اون زندگی میکنن و تصویب شده در جمهوری اسلامی این رو اجرا کنن. این حکم علاوه بر این که اصولا با ضوابط دادرسی عادلانه همخوانی ندارد، برخلاف قوانین آیین دادرسی و قانون مجازات عمومی ما هم هست. این حکم 100% غلطه و میبایست شکسته میشد. خانم عبادی، روند رسیدگی به پرونده اساسا چقدر شفافیت داشته؟ گفته میشه که به وکیل دسترسی نداشتند، وکیل تسخیری بوده. بله، همه ما میدانیم که در این گونه موارد اجازه نمیدهم که متهمین وکلای مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. من شخصا به عنوان وکیل در چند پرونده این تجربه رو داشتم که حتی موکلین من خاطرات خودشون رو نوشتن، بنابراین اجازه بدید من بتوانم اسمشون رو بیارم. رکسانا، یک خبرنگار که در ایران دستگیر شده بود، وقتی که من رو به عنوان وکیل خانوادش معرفی کردن، قاضی دادگاه صراحتا بهش گفته بود اگر عبادی بخواد از تو دفاع بکنه بیشتر محکوم میشی و برای اون وکیل دیگری تعیین شد. این رو چون در خاطراتش نوشته من هم اسمی برم. تعدادی دیگر هم میدانم که مجاز به بردن نامشون نیستم برای اینکه حرفه من اجازه نمیده. این یه مسئله است که همه وکلا باش آشنا هستن. اصولاً دادگاه‌های این چنینی با وکلای مستقل کار نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند که وکیل واقعی بیاد و خودشون یه سری وکیل دارن که اینها تو دادگاه در حقیقت سمت مأمور امنیتی هستند. و اجازه بدید به مسئله دیگری هم اشاره کنم. قانون است که عدم استقلال قوه قضاییه. سال‌هاست که من و بسیاری از وکلا فریاد میزنیم این دادگاه ها مستقل نیستن، استقلالشون از دست دادن و تحت تاثیر مامورین امنیتی قرار گرفتن. هرچی که بگم اونها اطاعت میکنن. من باز هم از
موکلینی داشتم که موقع بازجویی بازجو بهش گفت اگر همکاری نکنی 10 سال محکوم میشی. رفته دادگاه دقیقا همون میزان رو براش نوشتن. یا در دادگاه ها مأمور امنیتی که شکنجه کرده بازجویی کرده خودش هم ردیف قاضی میشینه، پشت میز میشینه. خب این چه دادگاهیه؟ خانم آبادی، آیا امیدی هست که این حکم تغییر بکنه؟ در حقیقت اگر امیدی باشه، امید به مردمه، امید به اعتراض عمومیه. همگی بایستی برای جلوگیری از این حکم ظالمانه دست به کار بشن، با نوشته، با اعتراض، با توییت و به هر صورت ممکن. و در اثر این اعتراض امیدوارم که مجدداً اعاده دادرسی این جوان بین این جوان پذیرفته بشه. ما همه شاهد هستیم و میدانیم که در بازجوها و مخصوصا پرونده های به قول حکومت امنیتی چه شکنجه ای اجرا میشه. بنابراین اعتراض کنید و هر شیوه ممکن، اجازه ندید یک بیگناه دیگر اعدام بشود و از همه بدتر. با اعتراض مدام و پشت سر هم مانع از این گونه اعتراف گیری ها بشید. تا کی میخواد این داستان ادامه پیدا کنه؟ در همین بی بی سی شما صحبت های مازیار ابراهیمی که متهم به قتل دانشمندان هسته‌ای بود دیدن، همه این یک نمونه بود. و متاسفم که بگویم ابراهیمی تنها نمونه نیست، نمونه های بسیار زیادی وجود داره. متشکر از شما شیرین عبادی، حقوقدان. دیشب در جریان تظاهرات هواداران دونالد ترامپ و فعالان حقوق سیاه‌پوستان در پورتلند آمریکا، یک نفر بر اثر تیراندازی کشته شد. هنوز مشخص نیست این فرد بر اثر درگیری بین این دو گروه جانش را از دست داده یا نه. بر اساس گزارش‌های دیروز، گروهی از هواداران دونالد ترامپ قصد ورود به مرکز شهر پورتلند را داشتند که درگیری بین دو گروه آغاز شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است از شهر کنوشا، جایی که بعد از تیراندازی پلیس به جیکوب بلیک، یک آمریکایی آفریقایی تبار، درگیری‌های خشونت‌باری در آن رخ داده، دیدن کند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. پورتلند، ایالت اورگان در غرب آمریکا. صدای شلیک دو گلوله و مردی که پس از چند قدم به زمین می‌افتد. نیروهای امداد و پلیس چند دقیقه پس از این حادثه در محل حاضر می‌شوند و سعی دارند جان مردی سفید پوست را نجات دهند. برخی از رسانه‌های محلی گفتند این مرد با کلاهی که برخی از گروه‌های راستگرا به سر می‌گذارند قربانی تیراندازی بوده، ولی هنوز مشخص نیست که او عضو گروه‌های راستگرا بوده یا نه. این شهر پس از کشته شدن جورج فلوید به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه خشونت پلیس تبدیل شده. پلیس هنوز درباره اینکه آیا این تیراندازی مستقیماً ربطی به درگیری‌های صورت گرفته در مرکز شهر پورتلند داشته یا نه چیزی نگفته، ولی برخی از شاهدان می‌گویند هواداران دونالد ترامپ آغاز کننده خشونت‌ها بودند. من می‌دونستم که اونا قراره بیان اینجا تا اینکه پرچم آمریکا رو دیدم. من با دوستام تو خیابون بودیم که دیدم اونا دارن فریاد می‌زنن. چیزایی مثل جان ما هم ارزش دارد و کلاً شعارهایی که از روی نادانی بود. اونا به ما توهین‌های نژاد پرستانه می‌کردن و حتی یکی از اونا به طرف ما اومد و می‌خواست با مردم درگیر بشه. اونا به ما اسپری فلفل زدن و مردم هم فریاد می‌زدن از اینجا برین. چیزی که من خیلی دوست داشتم، چون اصلاً چه معنی داره این همه راه رو تا اینجا بیای و این درگیری رو شروع کنی. دیروز هواداران دونالد ترامپ برای سومین بار پیاپی با پرچم‌های آمریکا در این شهر دور هم جمع شده بودند. همزمان با تظاهرات گروه جان سیاه‌پوستان با ارزش است که می‌گوید برای مقابله با نژادپرستی مبارزه می‌کند. گفته می‌شود تعدادی از هواداران دونالد ترامپ به سمت معترضان که مانع از ورود آنها به مرکز شهر شده بودند، اسپری گاز فلفل زدند.
معترضانی که میگویند هدف اصلی آنها برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز بوده. حوادث پورتلند ادامه درگیری‌های چند روز گذشته در شهر کنوشاست. شهری که با تیراندازی پلیس به جیکوب بلیک صحنه اعتراض‌های خشونت‌بار بوده. ماموران پلیس در این شهر با شلیک 7 گلوله به جیکوب بلیک از پشت سر او را فلج کرده و ممکن است او دیگر نتواند راه برود. حالا دونالد ترامپ قرار است برای بررسی وضعیت خسارت‌هایی که در چند روز گذشته به این شهر وارد شده به کنوشا برود. منتقدان آقای ترامپ معتقدند که این سفر ممکن است به تنش‌ها دامن بزند. 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حوادثی مانند کشته شدن جیکوب بلیک، تیراندازی در پورتلند و بالا گرفتن تنش‌های نژادی می‌تواند روی نتیجه انتخابات آینده تأثیرگذار باشد. کاوه مشکات، BBC. برای گفتگوی بیشتر در این باره، بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار از سیاتل مرکز ایالت واشنگتن در غرب آمریکا، با ماست. آقای زندی طرفدار کم شدن بودجه پلیس هستند و معتقدند این مسئله موجب رشد امنیت و جلوگیری از خشونت خواهد شد. همچنین شروان فشندی، عضو حزب مشروطه ایران از نیویورک، که معتقدند هرج و مرج و خشونت گروه‌های تروریستی چپگرا به زیان جو بایدن و به سود دونالد ترامپ خواهد بود. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای زندی، با شما شروع می‌کنم. بسیاری مشخصاً جو بایدن و اساساً دموکرات‌ها رو متهم به کمکاری و بی‌عملی می‌کنند در زمینه اعتراضات و خشونت‌هایی که در پیش ایجاد شده. بسیاری از اعتراضاتی که به خصوص پس از مرگ جورج فلوید از ماه جون در آمریکا آغاز شده و در مینیاپولیس آغاز شده و سایر ایالت‌های آمریکا کشیده شد، اعتراضات مسالمت‌آمیزی بود و ما این خشونت‌هایی که می‌بینیم و ویدیوهایی که منتشر شده، مستند شده این اعتراضات توسط انجمن حمایت از حقوق‌های مدنی در آمریکا که توسط پلیس انجام شده. بسیاری از تخریب‌ها توسط پلیس شده، شبیه تجربه مشابهی که جمهوری اسلامی در ایران انجام می‌داد. و اینم من اشاره کنم، این اولین باره در دوره آقای ترامپ سیاست‌های مستبدانه پیگیری میشه شبیه اون چیزی که در حکومت‌های مستبد می‌بینیم، یعنی پلیس بخش مهمی از تخریب‌ها رو انجام میده. مسئله مهم دیگه‌ای که مطرح این وسط اینه که هنوز یک مرکز مستقل تحقیقاتی تعیین نشده که در مورد ریشه این هرج و مرج‌ها و به اصطلاح تخریب‌های اموال عمومی یا تحقیق کنه ببینه که سهم هر کدوم از طرفین درگیر در این اعتراضات چقدر بوده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که بیشتر این اعتراضات در اعتراض به ریسیزم، نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا و خواهان حقوق برابر برای آحاد انسان هستند در جامعه آمریکا. البته آقای زندی، حتی خود دموکرات‌ها هم با این قطعیت که شما میگید نمیگن همه تخریب‌ها کار پلیس بوده. اونها هم میپذیرن که بخشی از شورش‌ها و تخریب‌ها رو همین معترضان در ابتدا صلح‌آمیز انجام دادن. آقای فشندی، عده‌ای معتقدند که دونالد ترامپ دامن میزنه به این تفرقه و هیزم به آتش این عصبانیت و خشم میذاره. بله، درود به شما و همچنین بینندگان برنامه. ببینید، این توجیه هستش که کسی که با نظام سیاسی و قضایی آمریکا آشنا باشه باور نمی‌کنه و می‌دونه که توجیهی نداره. در آمریکا برخلاف مثلا ایران یا خیلی از کشورهای دیگه، پلیس محلی هست. سه رده پلیس داریم، یکی پلیس شهریه که عمدتاً زیر نظر شهرداری و شورای شهر هست، پلیس ایالتیه و پلیس فدرال که حالا همون FBI باشه. و فقط پلیس فدرال هستش که زیر نظر آقای دونالد ترامپ یا دولت مرکزی هست و بقیه رده‌های پلیس زیر نظر شهرداری یا دولت‌های ایالتی هستند. و بیشتر جاهایی که ما ببینیم تخریب داره در اون صورت میگیره، شورش و غارت و کشتن مردم صورت میگیره از طرف گروه‌های تروریستی چپگرا مثل انتیفا و بلک لایف ماتر، اینها در مناطقی هستش که برای دهه‌ها زیر نظر حزب دموکرات بودن، یعنی شهردار، شورای شهر، فرماندار اون ایالت و رئیس پلیس شهر، همه اینا دست دموکرات ها هستش.
و خیلی جالبه که حالا این وسط ما بیایم مثلا از بین پورتلند و شهر واشنگتن دی سی چند هزار کیلومتر فاصله است، اینو ربط بدیم به آقای ترامپ یا سیاست‌های ایشون در منطقه. البته برای فشندید آقای ترامپ رئیس جمهور اون مملکت، تصمیماتش، عملکردش، اظهار نظرهاش تأثیر داره در فضای پرتنش امروز آمریکا. آقای زندی، دیدم که سرتون رو تکون میدید وقتی آقای فشندی اعلام کردند که از دیده اینها دید چپ تروریست مسئول این خشونت ها هستند. آخر من نمیدونم واقعا این ادبیات بسیار زشت آقای ترامپ که مدام داره تکرار میکنه انتیفا، اولا خیلی آن امریکن و ضد آمریکایی انتیفا وقتی که این کلمه رو به کار میبره، چون خود کشور آمریکا و ایالات متحده جز اولین کشورهایی بود که ضد فاشیسم وایساد و در جنگ جهانی دوم هزاران سربازش کشته شد در مبارزه با فاشیسم. اصلا انتیفا در آمریکا ارزشه. و اینکه این بخشی از این تخریب‌ها و تخریب‌های اموال عمومی، من در صحبت‌های قبلی من اشاره کردم، گفتم که این هنوز تحقیقات مستقلی انجام نشده که سهم پلیس که محرزه، مستند شده، ویدیو در مورد اون وجود داره، روزنامه‌نگاران مستقل و جریان اصلی در مورد این گزارش تهیه کردن، و یا سهم معترضان، بخشی از معترضان در این اعتراضات چقدره، و اینکه پروپاگاندا و یک اگزاجری عجیبی میشه در مورد تخریب اموال عمومی و در مورد این مسائل، به طوری که آقای ترامپ به جای اینکه بیاد همدردی کنه، به جای اینکه در مورد مسائل نژاد پرستی سیستماتیک در آمریکا صحبت بکنه، میاد در واقع بنزین میریزه رو آتیشی که در آمریکا هست، و بیشتر اتفاقا با تحریک گروهایی که ما سه ماه پیش دیدیم وقتی گارد ملی وارد پورتلند شد، بسیاری از اونها لباس شخصی بودن، یعنی اصلا مشخص نبود کی پلیسه کی معترضه. در تاریخ آمریکا همچین چیزی سابقه نداره، و این در واقع برمیگرده مستقیما به سیاست‌های مال آقای ترامپ، چطور موفقیت‌های اقتصادی و بالا رفتن شغلای 7 میلیون شغلو که همش هم دروغی بیش نیست به پای خودش نوشته میشه، ولی این هرج و مرج و آشوبی که خودش بخشی از اون رو داره تقویت میکنه در واقع به پای معترضان نوشته میشه. این سوالی که باید از آقای ترامپ پرسید در واقع. آقای فشندی، شما دونالد ترامپ رو در مقام یک رهبر ملی میبینید یا یک رهبر جناحی در این روزها؟ ببینید، نظام سیاسی آمریکا به این دلیل که رئیس جمهور نظام پادشاهی که نیست، نظام جمهوری پارلمانی هم نیست، نظام جمهوری ریاستیه، به این معنی که رئیس جمهور در عین حال که هد آف استیت هست، یعنی رئیس کشور هست، در این حال از یکی از دو حزب است، بی‌طرف سیاسی نیست. آقای اوباما هم همینچنین بود. در نتیجه خواه‌ناخواه همیشه نصف کشور با رئیس جمهور مخالف هستن. زمان آقای اوباما همچنین بود، زمان آقای کلینتون و بوش همچنین بود. نزد. در پاسخ میهمان دیگر برنامه که فرمودن آنتیفا به معنی آنتی‌فاشیست پس لزوماً چیز خوبیه، باید بگم که این توجیه خیلی کودکانه است. بله، به معنی لفظی آنتیفا مخفف به آنتی‌فاشیسم، ولی خب استالین هم ادعا می‌کرد من آنتی‌فاشیستم، با فاشیسم جنگیدم، چندین میلیون نفر رو هم در گولاگ و غیره بیشمار کرد. پس آیا استالین هم آنتی‌فاشیست بود؟ باید بگیم لزوما خوبه. این آنتیفا هم گروه تروریست مارکسیست، اکثرا کمونیست هستن، مسلح هستن، و ایشون می‌فرمایند که هنوز گروه بی‌طرف بررسی نکردن. ببینید، صدها بلکه هزاران فیلم و ویدیو کلیپ وجود داره از آتش زدن، قتل، غارت و جنایاتی که این گروه بلک لایف مدر و آنتیفا کردن، و توی اینترنت یه شرح بزنید مشخص میشه. رسانه‌های جریان اصلی یا مینستریم میدیا که عمدتاً ضد ترامپ هستن، به چپ تمایل دارن، مثل همین بی بی سی خودمون، اینها میان روایت رو سعی میکنن عوض بکنن. موسیقی‌ترینش همین چند روز گذشته بود که سی ان ان یک تصویری از همین منطقه در ویسکانسین که شورش شده نشون داده بود که نوشافه کانسو باشه، و عملاً بخشی از محلات مرکز شهر در آتش داشت میسوخت. بعد نوشته بود که تیتر زده بود، نوشته بود mostly peaceful، عمدتاً صلح‌آمیز بوده این تظاهرات. خب مردم به عینه دارن به چشم خودشون میبینن، روز اینترنت هست و میبینن که این رو به وقت میاد خاطر دشمنی با ترامپ بهش برچسب عمدتاً صلح‌آمیز میزنید یا تقصیر پلیس میندازید، در صورتی که اصلا پلیس اونجا نبوده، یا مقایسه های موزیکی که پلیس آمریکا رو با سپاه و نیروی انتظامی جنایتکار جمهوری اسلامی هم عرض بکنی و برابر قرار بدی. خب اینها هستش که بالاخره در نهایت مردم باور نمی‌کنن، و نتیجه‌اش هم
میبینیم که داره رأی ها به سمت آقای ترامپ برمیگرده. خب خوشحالم که به این نکته رسیدین، چون میخوام بحث ذره جلو ببرم و به آینده، به چند هفته آینده نگاه بکنیم. فکر میکنید که حوادثی که در چند روز گذشته شاهدش بودیم به نفع چه کسی در انتخابات تمام خواهد شد آقای زندی؟ قطعا هر این حوادث به نفع آقای ترامپ شد، چون خیلی بی مدیریتی کرد در این موضوع، نه به خصوص در RNC، در کنوانسیون جمهوری خواهان وقتی که سخنرانی کرد، کوچکترین همدردی در مورد قربانیان خشونت نژادی نکرد و به جای اون اومد گفت که این قربانیان در واقع قربانی های محله های جرم، به اصطلاح محله هایی هستن که جرم و جنایت در اونجا زیاده، و بدون اینکه به مسئله نژادی این داستان اشاره کنه، به جای همدردی با قربانیان در واقع داره میاد گارد ملی اعزام میکنه. ولی آقای زندیر الان نظر سنجی نشون میده که بیس سفید پوستان طرفدار دموکرات ها از ناامنی ابراز نگرانی میکنند و احساس میکنند که دموکرات ها آنطور که باید موضع نمیگیرند برای مقابله با ناامنی و خشونت. بله، خب آمریکا جامعه یک دست نیست، 50 تا ایالت به خصوص در ایالت های جنوبی که در واقع بیس به تاریخ دراز بردهداری داره و در تاریخ دراز خشونت‌های نژادی داره، به دوره آقای ترامپ هم مربوط نیست. هر دوره‌ای نظرسنجی‌های اتفاق بیفته و این اتفاقات در آمریکا بیفته، اون بخش از جمعیت سفید پوست که اتفاقاً تحصیلات بسیار پایین کالج هم دارن و عمدتاً زمین دارن و در ایالت‌های جنوبی هستن، نگرانی خودشون. نه، من منظورم سفید پوستانی بود که میگفتند میخوان به دموکرات ها رای بدن، ولی حوادث چند روز گذشته باعث تردید بین اونها شده. بله، بخشی از حزب دموکرات که بر واقع جناح راستشه طبیعتا در مورد این مسئله نگرانی داره و فکر میکنه که ممکنه این داستان از کنترل خارج بشه و به اتفاقات بد بعدی منجر بشه. آقای فرشنده، شما در دموکرات ها این رو میبینید که بتونند این بیس سفید پوستان رو که ممکنه از دست بدن دوباره به دست بیارن در انتخابات؟ مسئله اصلا از بیس سفید پوستان فراتر هست، لازم نیست به این جنبه نژادی بدیم. ما الان در بین سیاه پوستان هم ریزش داره صورت میگیره و به سمت جمهوری خواهان و ترامپ دارن برمیگردن ایدهشون، به خاطر اینکه ببینید بسیاری از این شورش هایی که شده، بسیاری از این غارت هایی که شده، اموال و مغازه ها رو که آتیش زدن، افرادی که کشتن، اینا قربانیانشون سیاه پوست بودن، یعنی مغازه‌دارا سیاه پوست بودن. اگر اینا ادعا میکنن که بلک لایف مدر، جان سیاهان ارزش دارد، آقای دیوید دورن، اون پلیس سیاه پوستی هم که در سنت لوئیس کشته شد و از لحظه جون دادنش هم فیلم گرفتن روی فیسبوک به صورت لایف پخش کردن، اونم سیاه پوست بود. چرا فقط جان سیاها وقتی که خلافکار باشن ارزش داره، وقتی آدمای شریفی باشن، وقتی یک پلیس بازنشسته بود که داشتش مغازه دوستش رو محافظت میکرد، وقتی کاسب شریف باشه، اون وقت دیگه جان سیاها ارزش فشندید. قتل سیستماتیک سیاه‌پوستان متفاوته با مثالی که شما میزنید، اینکه نیروهای پلیس به طور سیستماتیک تیراندازی میکنن به یک سیاه‌پوست غیر مسلح و اولو فلج میکنن، مثال متفاوتیه. اولا که در این مورد خاص در کنوشه هنوز مشخص نشده که باید گزارش پلیس بیاد ببینیم که واقعا ایشون چاقو دستش بوده، غیر مسلح بوده یا نبوده. مثل همین قضیه آقای جورج فلوید که برای هفته ها از ایشون یه شهید ساختن، از یک بازیگر پر. البته بحث اینه که حتی اگر کسی چاقو هم دستش باشه، 6 بار تیراندازی بهش کافه، به نوعی در واقع تلاش برای قتل طرف دیگه، 6 بار که نیازی نیست تیراندازی بشه. اتفاقا دقیقاً همینه. اولا که این پروتکل پلیس در آمریکا و خیلی از کشورهای پیشرفته است، منم اگر چاقو دستم بگیرم به سمت پلیس، با پلیس درگیر بشم، 6-7 تا پشت سر هم بهم میزنن. نشون که از 7 تایی که زدن 4 تاش اصابت کرده، هرچند که به هر حال اون چاقو هم هنوز ثابت نشده وجودش در صحنه. نه درست کردم ثابت نه، ولی اینکه فرمودید چرا 6-7 تا زدن، این پروتکل پلیس هست، به خاطر اینکه در شرایط پر استرس خیلی موقع گلوله ها خطا میره. خب بر اساس همون پروتکل پلیس زانوشون رو گذاشتن روی گردن جورج فلوید و اونطوری جانش رو گرفتن دیگه. جورج فلوید همین الان بعد از هفته ها که عرض کردم از اونشون یک شهید ساختن، در اون مورد البته من معتقدم که پلیس اشتباه کرد، ولی الان مشخص شده که میزان ماده مخدر فنتینل در بدن ایشون به قدری بالا بوده که به گفته پزشکانی در حد مرگ‌آور بوده، یعنی اصلا بدون اینکه مقاومت بکنه و بخوان زانو بذارن روی گردنش، ایشون احتمالاً می‌مرده در اثر اوردوز مواد مخدر. و ویدیو کاملش رو بعد از چند هفته ناآرامی که در اومد، مشخص شد که مقاومت می‌کرده، خودش توی ماشین نمی‌شسته، توی اتومبیل پلیس نمی‌شسته و فقط فریاد می‌زده که من دارم خفه میشم، منو بخوابونید روی زمین. اینا رو نشون و
و یک روایت در واقع تحریف شده نشون دادن تا چیزی به نام نژاد پرستی سیستماتیک بتونن. بسیار خوب. از آقای فشندی، مرگ در اثر استفاده از مواد مخدر انتخاب شخصی، مرگ توسط فشار پلیس، علت مقصر درش پلیسه. آقای زندی، شنیدی که آقای فشندی معتقدند که حمایت از دموکرات ها بین سیاه پوستان هم داره ریزش میکنه؟ نه، الان آخرین نظرسنجی که انجام شده، یعنی میانگینش 70% جمعیت سیاه‌پوستان از آقای بایدن و دموکرات‌ها دارن حمایت میکنن. و من این نکته هم اضافه کنم، نظر آقای فشندی نظر تمام ایرانی‌های ساکن آمریکا نیست و ممکنه که خب به هر حال برخی از دوستان آمریکایی نظرات رو بشنون، این نظرات نجات پرست تارانه رو، که من در همدردی با مردم آمریکا و جامعه آمریکا اعلام میکنم که این نظر، نظر بخشی از مردم ایرانه و بخشی از روزنامه‌نگاران ایرانیه و همه اینطوری فکر نمیکنن. و اتفاقا با گراس روت موومنت، با بلک لایوز ماتر، با جنبشی که در آمریکا به حق 400 ساله داره مبارزه خودش رو ادامه میده و به خصوص از قرن 19 منجر به فرمان لغو بردهداری شد، در دهه 60 به قانون حقوق مدنی رسید و هنوز نتونسته به حقوق واقعی خودش برسه، من به عنوان یک ایرانی مهاجر ساکن آمریکا همدردی خودم رو اعلام میکنم و از این جنبش پشتیبانی میکنم. متشکرم آقای فشندی. چون با آقای زندی شروع کردیم گفتگو رو، با شما تمام بکنین لطفاً جنبندی نهاییتون. بله حتما. بله جناب زندی فرمودن که نظر من نظر همه ایرانیان آمریکا نیست. منم چنین ادعایی نکردم که هست. حالا نمیدونم چرا ایشون فکر می‌کنن نظر خودشون نظر همه ایرانیان آمریکاست که پیام حمایت اعلام میکنن. و ایشون فرمودن نظرات من نجات پرستانه هستش. نه خیر، ببینید، این آزادی بردگان و مخالفت با جنایات کوکلس کلان ها و قوانین تبعیض‌آمیز جیم کرو، اینها که همه در واقع پیشگامش جمهوری خواهان بودن، دموکرات ها بودن که طرفدار بردهداری بودن، دموکرات ها بودن که همه اعضای کوکلس کلان ها دموکرات بودن، دموکرات ها بودن که طرفدار تبعیض نژادی، سگرگیشن، یعنی جداسازی نژادی مردم در ایالات جنوبی، در اتوبوس و در مدرسه و غیره و غیره بودن. جمهوری خواهان بودن که اولین سیاه‌پوستان رو آوردن به مجلس سنا، به مجلس کنگره، ارتش رو فرستادن که سگرگیشن رو در ایالات جنوبی از بین ببره، جداسازی جنسیتی رو از بین ببره. و من ادعا نمی کنم که نجات پرستی سیستماتیک در آمریکا وجود نداره، قطعا وجود داره، اما به چه صورت هست؟ به این صورت هستش که سیاست های حزب دموکرات، سیاست های شاخه چپ حزب دموکرات که موجب شده فقر چند نسلی بشه، اینترجنریشنال بشه و گتو به وجود بیاد. و دونالد ترامپ به درستی میگه عمده قربانیان سیاه‌پوستانی که در آمریکا کشته میشن عمدتا در مناطق جرم و جنایت خیز و به دست خلافکاران دیگه کشته میشن. از هر 100 سیاه‌پوستی که در آمریکا کشته میشه 95 تا به ممنون آقای فشندی. متاسفانه زمانمون محدود. شروان فشندی از نیویورک و بهرنگ زندی از سیاتل. امروز یک شنبه بلاروس بار دیگر صحنه تظاهرات کسانی بود که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشورشان اعتراض دارند. مخالفان میگویند که در انتخابات تقلب شده و الکساندر لوکاشنکو برنده واقعی این انتخابات نیست. همزمان حکومت بلاروس محدودیت‌هایی برای خبرنگاران به ویژه رسانه‌های بین‌المللی به وجود آورده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 3 هفته بعد از انتخابات جنجالی بلاروس و در سومین یک شنبه بعد از روز رأی‌گیری، معترضان همچنان خواستار کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت هستند. نه دستگیری‌های دنباله‌دار و نه تهدیدهای حکومت، هیچ کدام نتوانسته این معترضان را از جمع شدن در قلب پایتخت کشورشان مینسک منصرف کند. من اینجام که بگم با نتیجه انتخابات مخالفم، با کسایی که مدت بازداشت شدن و زندانی سیاسی اعلام همبستگی کنم. من اینجام به خاطر صلح، به خاطر بلاروس. اما اعتراض‌ها در این مدت همیشه رنگ و روی صلح و آرامش نداشته. این تصاویر دیروز است. بعد از این حمله نیروهای امنیتی به معترضان، حکومت بلاروس مجوز خبرنگاری 17 تن از گزارشگرانی را که بسیاریشان برای رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کردند لغو کرد. اقدامی که با موجی از محکومیت بین‌المللی روبرو شد. از جمله این توییت دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، که با هشتگ دفاع از آزادی رسانه ها منتشر شد.
مقام‌های بلاروس همچنان بی بی سی و رسانه‌های محلی و بین‌المللی را با لغو مجوز خبرنگاری هدف قرار می‌دهند. این موضوع با وزارت خارجه بلاروس در میان گذاشته شده. من این حملات واضح به آزادی رسانه‌ها را محکوم می‌کنم. موزه آقای لوکاشنکو این است که همه چیز در این روز تمام شده و تحت هیچ شرایطی به خواسته‌های معترضان توجه نخواهد کرد. این روز هم روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس است که 9 اوت 19 مرداد ماه برگزار شد و به ادعای حکومت لوکاشنکو در آن موفق شد در همان دور نخست با 80% آرا پیروز شود. در مقابل تنها رقیبش سویتلانا تیخانوفسکایا، چهره‌ای که تا پیش از این انتخابات چندان شناخته شده نبود و بعد از آن نامزد انتخابات شد که همسرش سرگی تیخانوفسکایا که رقیب جدی آقای لوکاشنکو محسوب میشد به زندان افتاد. کارزار خانم تیخانوفسکایا به شکلی غیرقابل پیش بینی با حمایت بسیاری از بلاروسی ها روبرو شد، کسانی که در تاریخ کشورشان به جز یک رئیس جمهور را در خاطر ندارند. حالا خانم تیخانوفسکایا که بعد از انتخابات و آغاز اعتراض‌های خیابانی به لیتوانی گریخته میگوید به شکلی ناخواسته در این موقعیت قرار گرفته، اما دست از مبارزه نخواهد کشید. او خود را برنده انتخابات می‌داند و میگوید مردم بلاروس او را انتخاب کردند صرفاً به این دلیل که از لوکاشنکو خسته‌اند. الکساندر لوکاشنکو در واقع تنها رئیس جمهور تاریخ کشور مستقل بلاروس است که خود نیز کم و بیش در موقعیتی شبیه به خانم تیخانوفسکایا به قدرت رسید. پست ریاست جمهوری بلاروس در سال 1994 ایجاد شد و انتظار می‌رفت که ویاسلاف کبیچ که از زمان تأسیس کشور در سال 91 نخست وزیر بلاروس بود به این ساختمان که کاخ ریاست جمهوری نام گرفته بود راه یابد. اما در انتخابات سال 94 به شکلی دور از انتظار الکساندر لوکاشنکو که تا آن زمان چهره کمتر شناخته شده ای بود پیروز شد. او خیلی سریع با برپایی دو رفراندوم بر اختیارات خود افزود و مدت زمان ریاست جمهوری خود را افزایش داد. اقداماتی که در همان زمان با اعتراض‌های روبرو شد، از جمله این تظاهرات که در سال 1996 برگزار شد. اما نه تنها این اعتراض‌ها به نتیجه نرسید، بلکه لوکاشنکو سال بعد از سال در قدرت ماند و انتخابات پشت انتخابات خود را برنده اعلام کرد. و حالا 26 سال بعد از به قدرت رسیدن لوکاشنکو کار به جایی رسیده که برخی به او لقب آخرین دیکتاتور اروپا را دادند. رئیس جمهوری که متهم است آزادی بیان را در کشورش به شدت محدود کرده، مخالفانش را یکی پس از دیگری به زندان می‌اندازد و راه گذار مسالمت‌آمیز کشورش به دموکراسی را مسدود کرده است. تنها حامی بین‌المللی او نیز ولادیمیر پوتین است، رئیس جمهوری روسیه که بلاروس را با لوکاشنکو در حلقه اقمار مسکو حفظ کرده و در این روزهای پرتلاطم نیز پشت او را خالی نکرد. به گفته پوتین، دو کشور یک نیروی پلیس مشترک تشکیل دادند که در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد. موضوعی که از سوی برخی تهدید علنی روسیه به مداخله در امور بلاروس تفسیر شد. لوکاشنکو علاوه بر پوتین از حمایت نیروهای امنیتی و نظامی بلاروس نیز برخوردار است. آیا این حمایت‌ها در برابر اعتراض‌های مخالفان برای نگاه داشتن او در قدرت کافی است؟ پاسخ این پرسش در روزها و هفته‌های پیش رو روشن خواهد شد. کیوان حسینی، بی بی سی. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان عضویتش در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرد. او به بی بی سی گفته که به تلاش در راستای صلح ادامه می‌دهد، اما در هیچ ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد. دیشب ارگ ریاست جمهوری افغانستان فهرستی طولانی از اعضای شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد که شامل چهره‌های سرشناس سیاسی، جهادی، دولتی، غیر دولتی و زنان فعال در عرصه‌های مدنی و سیاسی است. نام آقای کرزی در صدر این فهرست قرار دارد. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. مراسم عاشورا در پایتخت در سایه خطرات امنیتی و کرونا. با وجود این دو خطر، مردم برای برگزاری این مراسم دست به دست هم دادند. تیغ‌زنی جزئی از عزاداری برای امام حسین. تیغ زدن که اصلا با مو عشق حسین و با مو عشق اهل بیت تیغ میزنن، با عشق ابوالفضل العباس تیغ میزنن. جای تیغ زنی برن خوندش افغانا بتن بر مرزاش ثوابش بیشتر است. خب بازم عشق امام حسین است دیگه، کس کنترل نمیتونه. شماری اما اهدای خون را به جرح و زخم ترجیح میدهند.
یزو که تیغ بزنه دیگه بزنه می خون که برای امام حسین میده خیلی ثواب داره، خیلی فایده داره در نیرو، در مردم، در جامعه، در ملت. این خیلی خوب است. جمهوری اسلامی افغانستان. رئیس جمهور غنی و معاونانش نیز برای همدردی به یک حسینیه در غرب کابل رفتند، منطقه شیعه نشین پایتخت. با حضور مقام های حکومتی اینجا در عزاداری هم حرف از صلح و مذاکرات است. صلح معنایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. معنای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینید. هر زن و مرد افغانستان چی میخواه؟ ختم خشونت به صورت دوامدار. معیار صلح چیست؟ یک زن با تنهایی یا با محرم خود از دایکندی حرکت کنه در طول را تا ننگرهار، قندار، هرات، پکتیا، هر جایی که میره آزادی داشته باشه. این بیابان تشنه خونی. رهبران فرصت فعلی را برای ختم خشونت مساعد میدانند. دست به دست هم بدیم و این پروسه را به صورت سالم به پیش ببریم و یک صلح عادلانه، صلح بسیار خردمندانه، صلح عزتمندانه. اما دست یافتن به صلح نباید به معنی از دست دادن ارزش ها باشد. موضع ما در قبال حادثه این است که ما صلح میکنیم، هیئت های دو طرف برون و روی مسائل که فی مابین هست صحبت کنن، اما چیزی که برای ما خط سرخ است جمهوری اسلامی هست که ما از جمهوری اسلامی نمیگذاریم. مراسم عاشورا با سخنرانی های صلح همزمان با تعیین اعضای شورای عالی مصالحه صورت می گیرد. شب گذشته ارگ فهرستی از اعضای این شورا را منتشر کرد که با انتقاداتی مواجه شد، از جمله نادیده گرفتن حضور جوانان. در پیان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عضویت این شورا را رد کرد. منابع می گویند شمار دیگر نیز علاقمند حضور در این تشکیل نیستند. مردم اما در کوچه و خیابان امروز مشغول عزاداری بودند. ترس از جنگ و انفجار مانع عزاداران محرم نشده. جمعیت بزرگ و منسجم. وزارت داخله اعلام کرده تا بعد از ظهر امروز هیچ رویداد بزرگ امنیتی در مراسم‌های عاشورا رخ نداده. امسال بیش از 3000 نیرو برای تأمین امنیت مراسم عاشورا از سوی وزارت داخله اعزام شده بود. در 430 محل در کابل. یک کار بکنید از راه شریعت. هرچند خطر انتحار و انفجار به خوبی مهار شده بود، اما خطر بالقوه شیوع کرونا همچنان پا بر جا بود. وزارت صحت نگران گسترش این ویروس در نتیجه تجمعات محرم است. پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی مسائلی است که باید از طرف عزاداران رعایت شود. توصیه مخصوص وزارت صحت عامه افغانستان در رابطه با فضایی که مراسم عزاداری در آن گرفته می شود ای است که مراسم عزاداری در فضای باز گرفته شود. در قسمت توزیع نظورات و مواد غذایی کوشش شود تا مواد غذایی در ظروف یک بار مصرف توزیع شود. سال هاست مراسم عاشورا در افغانستان در حالی ترس از انفجار و رویدادهای ناگوار امنیتی برگزار می شود. امسال با توجه به اینکه مذاکرات صلح نزدیکتر از همیشه به نظر می رسد، انتظار مردم برای مراسم عزاداری که به ماتم ختم نشود هم بیشتر بود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. پژوهشگران گوگل توانستند برای اولین بار با استفاده از پردازنده کوانتومی فرایندهای شیمیایی را بازسازی کنند. این کار با استفاده از پردازنده 16 بیت کوانتومی انجام شده. این گامیه برای پیدا کردن کاربردهای تازه برای کامپیوترهای کوانتومی. این گروه از پژوهشگران گوگل چند ساله که روی پردازشگرهای کوانتومی مطالعه می‌کنند. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه پدرام روشن از اعضای تیم تحقیقات کوانتومی گوگل از شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیا با ماست. آقای روشن خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع کنیم که اساساً پردازشگر کوانتومی یعنی چی؟ پردازشگر کوانتومی پردازشگری که متفاوت هست از اساس با پردازشگرهایی که
ما در کامپیوترهامون استفاده میکنیم، در تلفنمون استفاده میکنیم، و خیلی شاید مشابه این با یک اتم باشه، یعنی اعضاش و اون المانهای کوچیکش مشابه کنترل الکترونها در یک اتم باشن، یعنی ذراتش به قدر از قوانین کوانتوم پیش تبعیت میکنن. البته نه لزومن که اندازش کوچیک باشه، ولی قوانین حاکم بر اون کاملا متفاوت هست و بنابراین یک پارادایم جدیدی در کامپیوتیشن رو برای ما به ارمغان میاره. چه مزایایی داره؟ محاسبات خاصی هست، مسائل خاصی هست در فیزیک، در فیزیک حالت جامد، در مسائل مربوط به شیمی، در مسائل مربوط به مواد، که در مورد این مسائل خاص الگوریتم‌های ما داریم که پردازش رو و محاسبه رو بسیار بسیار سریع‌تر میتونه انجام بده. فکر میکنید به مرحله‌ای برسه که وارد کامپیوترهای خانگی بشه، یعنی بیشتر از فرایندهای شیمیایی در دست عموم هم قرار بگیره؟ نتایجش بله، ولی این که مثلا شما در دستتون رو نگه دارید نه، به طوری که یعنی حالا اینطوری که ما حدس میزنیم توسعه پیدا خواهد کرد، این هست که در کار تحقیق استفاده میشه و شما ممکنه که مثلا یک، حالا یا ممکنه در کار جستجو استفاده بشه و وقتی که شما دنبال مثلا یه سوالی میپرسید، دنبال جوابش هستید، به یک مرکزی میره اگه سوال پیچیده‌ای باشه، و سوالای خاصی هست که با این پردازشگر جواب داده میشه، و ولی در نهایت باید اینها در دمای بسیار پایین نگهداری بشن در جای خیلی خاصی. اینکه شما بتونید باش ارتباط برقرار کنید و سوالتون رو بفرستین و پردازش صورت بگیره بله، ولی اینکه کسی بخواد اینو حمل بکنه بسیار بعید به نظر میرسه. ما میدونیم که همزمان کمپانی های بزرگ رقیب مثل گوگل و IBM رقابتی در این زمینه با هم دارن. فرق این رقابت ها چیه؟ دستاورد های این کمپانی ها با هم چه تفاوت هایی داشته؟ IBM به طور اخص خیلی کارش نزدیک به ما هست، در واقع این رکورد قبلی متعلق به IBM بود، حالا ما این رکورد رو با این تحقیق جدید جابجا کردیم. کمپانی های دیگری مثل مایکروسافت و آمازون، اونها هم بر پلتفرماشون متفاوت هست، اپروچاشون متفاوت هست، چون که هنوز اجتماع نظری وجود نداره که چطور باید این پردازشگرها رو ساخت. به طرق مختلفی میشه ساخت، از سیستم های اتمی میشه استفاده کرد، از سیستم های فیزیک حالت جامد میشه استفاده کرد، برداشت ما کار ما روی سیستم های حالت جامد هست، و اونها خب پلتفرماشون فرق میکنه و گاهی اوقات بعضی ها مارکتی که دنبالش هستن یا گروهی از محققین رو که میخوان باهاش ارتباط برقرار کنن فرق میکنه، و هنوز هم هیچکی نمیدونه که کدوم در واقع موفق خواهد شد و کدوم بهتر هست. آقای روشن، میشه لطفاً یه ذره از قصه زندگی خودتون بگید؟ برای خیلی از مخاطبهای ما که دارن تماشا میکنن یک آرزو کار کردن در تیم تحقیقات کوانتومی گوگل، مسیری که شما طی کردید تا به اینجا برسید چطور بوده؟ یه خورده خوب نمیشه چیز کرد، برنامه ریزی کرد که کدوم تیم تحقیق میخوای بری یا کجا میخوای کار کنی. من همیشه به تحقیق علاقه داشتم و شاید یه جورایی دست تقدیر چند جایی که انتخاب داشتم یه انتخاباتی کردم که در نتیجه به این منجر شد، یعنی خیلی دست خودم نبود. ولی خب اگر افرادی هستن که تازه شروع میکنن و وارد میخوان مقطع دکترا بشن یا مقطع لیسانس بشن، خب برای اونها من میتونم بگم که اینطوری که به نظر میاد قرنی که ما درش وارد شدیم قرن مهندسی کامپیوتر هست و شغل های این چنینی بسیار بیشتر و بیشتر خواهد بود و جذابتر خواهد بود و سوال‌های بسیار زیادی هست. شاید بشه از دوره مثلا لیسانس برنامه گذاشت که به این سمت تحقیقش رو آدم. اگر رشته تحصیلیتون چی بوده؟ مسیر تحصیلیتون چه بوده که به اینجا رسیدید؟ من در ایران که خب از ورود به دانشگاه محروم بودم به خاطر باهایی بودن در مؤسسه عالی آموزش باهایان، مهندسی عمران خوندم، ولی تو آمریکا فیزیک رو شروع کردم. ولی خب فیزیک اول فیزیک ماد سیالات بود که کار میکردم، بعد رفتم توی فیزیک مواد و کم کم به این سمت کشیده شدم. اینه که اگر
کلا همیشه علاقه داشتم و اینکه تونستم رشته رو یه خورده عوض کنم. و البته اینم بگم وقتی که مثلا سال 2010 یا 10 سال پیش که وارد این رشته شدم انقدر جذاب نبود، ولی خب پیشرفت طوری بود که کمپانی ها علاقه نشون دادن. همیشه نمیشه پیش بینی کرد که کدوم تحقیق در مرکز توجه قرار میگیره، ولی خب حالا طوری شده که این تحقیق ما هم خیلی عام پسند شده و خیلی همه دوست دارن دنبالش کنن. ولی خیلی دیگه هستن که کارهای خیلی زیباتر، خیلی عمیق‌تر، خیلی انجام میدن که توضیح دادنش سخته و مخاطب چیز نداره. متشکرم از شما پدرام روشن، براتون آرزوی موفقیت روز افزون میکنم. مرسی. من هزاران نفر در جزیره موریس در اعتراض به عملکرد دولت در زمینه پاکسازی لکه نفتی نشتی در اقیانوس هند تظاهرات کردند. گزارشی ببینیم از کاترین بیاروهانگا با این توضیح که این گزارش دارای تصاویر ناراحت کننده است. بعضی میگویند این یک لحظه تاریخی برای موریس است. بزرگترین تظاهراتی که کشور به خود دیده. معترضان خواستار پاسخگویی هستند. حالا که یک لکه غول‌پیکر نفتی تهدیدی برای حیات وحش و کسب و کار مردم شده. امروز اینجا هستم چون میخوام حقیقت رو بدونم چه اتفاقی افتاد. وقتی این کشتی به آب‌های ما اومد چرا هیچ کس هیچ کاری نکرد؟ چرا 12 روز هیچ کاری نکردن؟ نفت نش کرد و حالا مونه‌های آبی و هزاران نفر لطمه دیدن. ما این رو تحمل نمی‌کنیم. ما علیه دولت اعتراض میکنیم که این سالهای اخیر بیکفایت بوده و غم انگیزی که به این سطح تنزل کرده. ما نگران آینده خودمون و بچه‌هامون هستیم. کشتی ژاپنی واکاشیو اواخر ماه گذشته به یک صخره مرجانی در نزدیکی جزیره موریس برخورد کرد. حدود 2 هفته بعد نشت صدها تن سوخت از کشتی به دریا آغاز شد. در نزدیکی اکوسیستم‌های دریایی حفاظت شده. موریسی‌ها فوراً برای پاکسازی بسیج شدند. اقیانوس به حیات وحش آن برای صنعت جهانگردی که منبع اصلی درآمد آنهاست حیاتی است. این هفته پیدا شدن ده‌ها دلفین مرده در نزدیکی ساحل به نگرانی‌ها دامن زد. بعضی طرفداران محیط زیست نشت نفت و غرق کردن عمدی بخشی از لاشه کشتی را عامل مرگ دلفین‌ها می‌دانند. دولت می‌گوید کالبد شکافی 2 دلفین نشان می‌دهد که بدنشان جای گاز گرفتگی داشته و از نفت عاری بوده. نتیجه نهایی دیرتر اعلام خواهد شد. دولت مصر است که در مدیریت بحران به توصیه کارشناسان عمل کرده، اما مردم موریس خشمگینند و به دنبال پاسخ. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.